بخوای زر آفال جاوی بخور دیگه، چرا پوتو اذیت میکنی اینقدر؟ این دفعه هم اگه نشه دیگه هیچ کاری نمیکنم. بهتر از این دکتر بازی و اتاق رفتن این ور اون ور رفتن. امیر من جدیم، به جون تو. خانم پروین منصوری جواب آزمایشتون آماده است. باشه. از شما دارم. پاشو بیم. چیمه این مسابقه دو این بچه بازی ها چیه در میارید؟ با شما دارم حرف میزنم پروین، میگم دارم حرف میزنم. نشنیدی چی گفت؟ چی گفت؟ مهم نیست، ما که داریم تلاشمونو میکنیم. نمیخوام برام دل سوزی کنی. من دلم به حال خودم میسوزه، زنم جنی شده. چرا اینجوری میکنی پروین؟ من فکرمو کردم، دو روز بگذره عروسی غلام تموم شه میرم دادگاه درخواست میدم. وای میسی آزمایش آخر رو میدیم، بعد هر کاری دوست داشتی میری میکنی. جون خدا اصلا منو خورد کردی. بیا دیگه، چرا اینجوری میکنی؟ چند سال ازدواج کردی؟ 8 سال. همش فکر میکنم داره به پام میسوزه، چون دوستش دارم میخوام ازش جدا بشم. 8 سال کارم شده از این دکتر به اون دکتر، کلی قرص خوردم، کلی دوا درمون، اما هر بار جواب آزمایشمو میگیرم خسته شدم دیگه، نمیتونم ادامه بدم. فکر میکنی تنها راهت جدا شدنه؟ جلوی من بچه کسی رو بغل نمیکنه، حتی خواهرزادش هیچ بچه ای رو نمیبوسه. میترسه من ناراحت بشم. من همش فکر میکنم ناقصم، ناتوانم، ضعیفم. حامله نشدن نقصه یا ناتوانیه؟ هرچی که هست من توش ضعیفم. به نظرت تنها راه مادر شدن حامله شدنه؟ الان فرق من با شوهرم، با داییم، برادرم، با مردا چیه؟ بعض وقتا میگم خدا بهم بچه بده، ناقص بده. خب خیلی خودخواهیه. اصلا برات مهم نیست نظر شوهرت چیه؟ من نمیخوام کسی بهم ترحم کنه، نه شوهرم نه کسی دیگه. ترحم نیست، تو رو دوست داره. جلو من حرف بچه نمیزنم، حرف حامله شدن میفهمم، خودم میفهمم، ترحمه. بذار من یه سوال ازت بپرسم. اگه شوهرت جای تو بود بعد این تصمیمو میگرفت قبول میکردی؟ همسرت میگه یه آزمایش دیگه هم مونده. چه فرق میکنه اونم مثل بقیه؟ چرا انقدر مطمئنی؟ خیلی خب بیا یه قراری بذاریم. تو که این همه صبر کردی یه کمی دیگه هم صبر کن، این آزمایش هم بده، نتیجهش هر چیزی که بود قبلش با هم حرف میزنی. خب میدونی حامله شدن با مادر شدن خیلی فرق میکنه. خیلی حامله میشن، بچه دار میشن، ولی مادر نیستن. یه عالمه بچه اون بیرون هستن که آرزو دارن مادر داشته باشن.
من فکر میکنم تو مادر خوبی میشی. ببخشید. ببخش. تشریف میارید داخل. امیر غذا تو گذاشتم رو میز. دست در نکنم. جون پروین امشب بیا. داداشم بده به خدا. عروسی ما نعیمت بد شد؟ موقع بابا تازه فوت کرده بود. فکر میکرد مرد خونه است. مردی هم به اینه که به خواهرش گیر بده این کار بکن اون کار نکن. گلون بزرگ شده خودش هم فهمیده اشتباه کرده. روش نمیشه بیا چیزی بگی. تو که بزرگتری باید بگذری. بگذرم؟ نگاه کن خوب راه میرم. ببین کادوی داداشت قبل عروسیمون بود. شکر خدا جلو چشنم عروس داری میبینی دیگه. چجوری از داربست کلپا شدم. اگه بخوای عروسی میام و مشکل نداره. فقط یه کادو میدم عین همین کف دستش. وای امیر یه چیزی بوده تموم شده. الو وای ترانه سلام. کی میشه تو شوهر کنی از دست تو خلاص بشم. ای خب منتظر طاهرم دیگه هردی. گیر نده. طاهره اومد به مامان بگو الان میام. خداحافظ. طاهره چرا نمیای؟ من پایین الان من میام. بودو دیگه. امیر زشته. زشته که زشته. مگه نمیگی سر عقل اومده؟ یه جعبه شیرینی گرفت بیاد اینجا عذرخواهی بکنه. الان 8 سال ما عروسی کردیم. اصلا رنگ دیواره ما میدونی چه شکلیه؟ نمیدونه دیگه. من بخاطر بابات خودم میمرسی چی بهش نمیگفتم به خدا. طاهره چه خبرته؟ برو پیش ماما اینا بگو الان میام دیگه. سلام زندی. سلام عزیز دلم. خوشگلم. بیا دیگه. جونم. امیر. امیر اگه نکن دیگه میگم نه اینی نه قفلی نزن. قفلی نزن یعنی چی؟ بچه هست نمیفهمه. بچه بود الان بزرگ شده دیگه. دوماد داره میشه امشبا. لج نکن با من. الان منتظر نیستم این امیر آقا داره میاد امشب. بلیش کن بابا. سلام. خوش اومدین. غلام رفت حلقار بگیره؟ غلام نه غلام رضا. آره رفت گرفت. چه زبونی. عوض این حرفا برو وسایل از ماشین یه قفل کن. هیچ چی دیگه نیومده شروع شد. من دستم بنده ها. بده من مامان اونو. بده کمرت درد میکنه. بده به من شما کیفم رو لطفا. سیگنال گرفتی؟ بعد محضر میگی. پروین. نتیجه این آزمایش آخریه چی شد؟ ندادن هنوز. چه فرق میکنه اونم مثل بقیه. نگو اینجوری مادر. خیر انشالله. آقا سلام آج خانم مبارکتون. سلام امیر خان بفرما. خوش اومدی. ناقابله. چه زحمت کشیدی مادر. دیگه اومدم حضوری تبریک بگم. ممنون. شب میدیدمه دیگه. نه دیگه شب نیام بهتره. الان هستم دیگه کار چیزی داریم بگی من انجام بدم. می اومدی خوشحال می شدیم. امیر اومده برای تبریک. اومدم عروسی بچه هاش خانم رو تبریک بگم. بایز هاش خانم. خدا پشت و پناه. سر خوش بودم. سر خوش بابا. اولام زشت مادر تو روی مهمون با نسا. برو کنار. شما اگه یادت رفته من یادم نرفته. من هر هفته میرم سر خاک بابام. بابامو که یادته حاج سلیمان. همو که دقش دادیم. خدا رحمتش کنه. بایزاش کنه. به سلامت من. کجا امیر؟ میگم وقتی من نیستم توی خونه بونکی کنشو به اینجا. نمیدونستم هستی نمیدونستم نیستی که اومدم. آفرین شجاع شدی. غلام تو خوبی؟ نه تو خوبی که بابامو دق دادی. اینا هم که چشاشونو بستن.
بابا دلش نمیخواست دخترش بده کارگر جماعت. تو چی الان رفتی مثلا خواستگاری یه رو فکرن تو دکتری؟ آقا دکتر دکتر نیستم ولی آویزونم نیستم. بسه دیگه غلام. ای بابا با اون سر خلبازی های تو که عاشق کارگره شدی دیگه کردم اون. من اینه یادم نمیره. الانم هری بایزاش کن امیر اون روزم من دار بست و شل بستم به تلافی بابام که بیفتی و سقط چی اما نشد. رفیق فامیلی به سر جان ای راه رفتن تو دوست دارم. برون شما بدم. مرسی ممنونم. برونتون برم. مرسی ممنون. ممنونم. مرسی برون شما بدم. مرسی ممنونم. برون شما بدم. ای بابا افسر داره ماشین رو جریمه میکنه. زودتر بیان بشین تو ماشین. چی شد؟ مامان پس تو با سارا برو من با غلام میرم. جناب سروان ننیمز قربون شکل ما دو برای چی داری ما رو جریمه میکنه؟ زیر تابلو کار کردی ها با. ای بابا خب غلام ما... سویچ رو بده برم. ما اومدیم اینجا عقد کنیم قربون تو بارم. یه استثنایی با قائل بشی دیگه فدای تو بشم. تخلفه تو هر شرایطی باشه آخه فرق نمیکنه. ما باید شرایطی استثنایی قائل بشی دیگه. الان برای چی من جریمه غلام بیا بریم. آیسه سارا رو صدا کنم بس. سارا رفت پیش مهمونا. منو تو بریم شیرینیا رو بگیریم. علک علک همه رو جریمه کرد. دیدی؟ خور نزن بابا فدای سرت. حیف که مهمون داشتی. خب بعدش حیف کن بابا. اینجا چرا بایستی؟ به خاطر من برو با امیر حرف بزن دست رو بوسی کنین آشتی کنین برش دار بیارش کنه. به خدا خوب نیست تو روی فامیل هم برای تو هم واسه همم. آزار نکن. نه نه یار دیگه امروز خیلی بد باش حرف زدی تو خونه. خیلی آقایی کرد برود نایی بود حواست هست این آدم آخه نداره یه چیزی بوده تموم شده خیلی هم ازش گذشته. پشو برو مثل برادر بزرگتری تو اینه. هروی جان کلی پاردن را بیفت بریم. حرف گوش کن دیگه قسمت دادم عربای خاک بابا تا تو بری و برگردی منم زودی برم شیرینی رو بگیرم. تا به خاطر تو برم برم لباس تو مادی هم خیلی بد میاد. خودت من و غلام رضا اومدیم سر رو شیرینی ها رو بگیریم با همین بابا نمیخورمش که میای. چی شده مگه چه خبره؟ باشه باشه الان برمیگردیم. خدافظ خدافظ.
امیر از غلام کینه کرده بود به خاطر پاش، آخرش هم تلافی کرد. اون روز که غلام از خونه انداختش بیرون چشاشو دیدم، دیدم چجوری نگاش میکرد. اگه اینقدر اصرار نکرده بودی غلامو ببری پیش امیر، من الان سیاه بچه‌مو نپوشیده بودم. امیر نمیخواست بیاد، به زور که نمیشد بیاریش. دخترم فرستادم خونتون خوشبخت بشه که نشد. من نه از شما دلگیرم نه از زمونه، به قسمت اعتقاد. اینا را موردم بهونه بشه که ازتون خواهش کنم سمتش نره. بچه‌م داره آب میشه، اصلا حال خوشی نداره. دخترم عروس نشده بیوه شد. شما عزیزتونو که برای ما هم عزیز بود از دست دادی. خدا شاید ما هم اندازه شما داغ داریم. امیر دامادمه، ولی باید تاوان کارشو پس بده. خدا صبرتون بده. ممنون. با اجازه. شرمنده ببخشید. Thank you.
یکم حرف بزنیم. توهره تو رو هر بخواه که مرده زنده دست از سرم بردار. حالا اصلا خوش نیست. حال منم دست کمی از حال تو نداره. مردمون که برادر خدا بیامرز تو بود، زندمونم امیر خواهی تو سر. بابا مامان نگرانتن، روشون نمیشه بیان ببیننت. تقصیر اونا چیه؟ بابا از اون روز سر کار نمیره. بابونم فقط داره گریه میکنه. تایره شب رفتی خونه، میشه لطفاً یه سری لوازم من میخوام از تو طبقمون برام بیاری؟ نه خودت برو، دل رفتن به خونه شما رو ندارم. آخه میترسم چشم بیفته تو چش آقا محسن و صدیق خانم ناراحت بشن. بابا اینا سختشون بود بیان مراسم، فردا میبرمشون سر خاک. کسی خونه نیست، میتونی بری وسایلتو برداری. چرا خاموشه؟ مامان داره سکته میکنه. خوبم، بریم خونه ببینتت خیالش راحت شه. یکم کار دارم، تو برو من خودم میام. مامان گفت حتما بیای، کارت داره. وای میسم که کارت تمام شد با هم بریم. سلام مادر. باباتی که مرد خیلی تنها شدم، غلام شد همدم و پشتم. غلام که رفت انگار زمین خوردم. به بله تو رو مقصر نمیدونم. میدونم اگه غلام رو بردی سر ساختمون با امیر آشتی بدی، نیتت خیر بود. از تو دلگیر نیستم. الان فقط یه کلام میگم، ختم کلام. خدا به سر شاهده که برام خیلی سخته، خیلی سخت. ولی اگه دستم به دست امیر برسه، از خونه بچم نمیگذرم. همون کاری رو باش میکنم که با جوونم کرد. حالا ببین اصلا پیداش میکنی؟ یه سوال ازت میپرسم. هرچی از دهنت بشنوم باور میکنم.
میدونی کجا خودشو گم و گور کرده؟ من از کجا بدونم؟ پس چرا یه هفته است نیستی؟ خونه نمیای؟ خونه نمیام که مبادا نگاهم به نگاه مامان نیفته. نمیام چون اگه من خاک بر سر قلامو نبرده بودم اونجا الان داشتیم جشن پاتختشون رو میگرفتیم. من نمیدونم برای کدومشون غصه بخورم، برای غلام، امیر، دختر بیچاره، خودم، برای کی؟ میفهمی اینا رو تو؟ تو که میخواستی طلاق بگیری دیگه اصرارت واسه چی بود؟ کار تو مداره که تو بیار، فردا باید هم بریم دادگاه هم بریم برای مغازه بابات. مغازه بابا برای چی؟ اون دختر عروس بچه من بود، حالا غلام ناکام رفت، ولی من باید مغازه رو بفروشم مهرشو بدم. با زبونتون میگین مقصر نیستم ولی با نگاهتون نه. امیر رو پیدا کردین هر کاری خواستیم بکنیم. من زن نیستم اگه پا به پاتون نیام. سلام. منصور جان میشه اون طرف بشین من تخت مرتب کنم؟ امیر میخواست باهات حرف بزنه، میگفت تقصیر اون نبوده، میخواست بگه بیگناه، همش یه اتفاق بوده. پس تو همه این مدت از اون خبر داشتی و هیچی نگفتی؟ اون قبل از اینکه شوهر تو باشه برادر منه، عزیزمه، بعد میمدم میگفتم چی؟ بیاین سرشو ببریم بالای دار. اتفاقی که نباید افتاده. حال چرا باید واسه تلافیش یکی دیگه از بین بره؟ اگه جای غلام امیر از اون بالا افتاده بود پایین، بازم همین حرفا رو میزدی؟ نمیدونم.
اما خودت میدونی که عمدی نبوده. عمدی یا غیر عمدی چه فرق میکنه؟ اون اگه بیگناهه باید بره تو دادگاه حرفشو بزنه. میگه اونا براش مهم نیست، تو مهمی. بلم کن طاهره، بلم کن. میشه بری بیرون؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ اینجا چیکار میکنی؟ تو آب رو ریزی هر یه دقیقه بوده نشه جونم آدمه جونم من همینجا میشینم صحبت کنم باید همینجا میشینم خونه دیدمت خواستم بگم من ترسیده بودم واسه همین فرار میکردم حالا اومدم بهت بگم من از قصد این کارو نکردم حالا میرم خودمو تحویل میدم دیگه چند بار بهم گفتی بیا گفتم نه نمیام واسه این بچه رو فرستادی دم در ساختمون همونجا بهش گفتم نه کلی بعدو بیرا بارم کرد دم داربست و مشت و لگت پیدا کردم اصلا من فهمیدم چی شد پروین خدا میدونه غلام من دوستش داشتم بچه تخسی بود ولی به خدا واسه منم عزیز بود من سرم بره بالای دار اصلا واسه مهم نیست خواسته نخواسته سرم مقصر منم اومدم اینجا فقط تو اصلا هیچکی واسه من مهم نیست فقط میخوام تو بدونی که من از عمد این کار رو نکردم به جون تو که میخوام دنیا شم باشه من از عمد این کار نکردم چرا حرف نمیزنی؟ خانم شما با این وضعیتی که دارید خیلی باید مراقب خودتون باشید مگه چشه؟ شما مگه از بارداریتون خبر نداشتین؟ من؟ یه آزمایش دیگه براتون می‌نویسم حتما انجامش بدین خانم لطفا با من تشریف بیارین خسته شدم
چرا یه دفعه همه چیز اینطوری شد؟ نمیدونم. میخوام یه کاری بکنم. میخوام بچه‌مو بندازم. خیلی بد موقع داره میاد. نمیخوام وقتی بزرگ شد دوتا عکس نشونش بدم، بگم یکیشون بابات یکیشون دایید. اینم قصه شون. نمیخوام بشیم بچه رو. نمیخوام بشیم. تقاص خون غلامو میگیرم حقمه. مامان، مامان تو میتونی بچه‌مو دوست داشته باشی؟ والله که نمیتونم بگم چی درسته چی غلط. فقط هر کاری میکنی به امیر بگو. منو ببر امیر رو ببینم. میدونم هر اتفاقی اون بالا افتاده عمدی نبوده. عمدی و غیر عمد مقصر منم دیگه. مقصر منم؟ نه اونجوری شهروندت هم روم نمیشه تو رو نگاه کن. 8 سال شب و به انتظار همچین روزی خوابیدم. نمیدونم چرا حالا نمیدونم، اصلا فکرشو نمی کردم که اگه یه موقع همچین اتفاق بیفته
بچه رو بندازم. تصمیممو گرفتم. تو چی سراغ من اومدی؟ خب زهج بدی؟ اومدم پشیمونم کنی، اومدم که نظر این کار بکنم، اومدم بزنی تو گوشم بگی این کارو نکن، دستمو بگیری بگی این کارو نکن، خواستی از امیر طلاق بگیری. الان چی شد تو این شرایط میای این حرفو میزنی؟ اگه میخواستم ازش جدا شم به خاطر بچه یه که الان تو شکممه. الان قضیه عوض شد پشیمون شدی؟ غلام فراموش کردی؟ من کی گفتم فراموش کردم؟ تو چرا فکر میکنی فقط خودتی که داغ داری؟ اگه تو داداشتو از دست دادی، من هم داداشم و هم شوهرمو از دست دادم. پای حرفم هم هستم. گفتم مامان هر چی که بگه تا آخرش وایسادم. هنوز هیچی نشده، میگی وایس این بچه به دنیا بیاد بعد. مامان تو خودت گفتی برم با امیر حرف بزنم، منم رفتم. ببین به خدا اگه اسمی از رضایت آورده باشه اسمو رو ببین، فقط میخواد بچهشو ببینه. بچه اومده زامن خونه باباشه. بذار بچهشو ببینه. باره تو که زمین گذاشتی امیر باید تقاصش رو پس بده. تا قبل از اعدام اون بچه رو بغل من نمیدی که دلم برای باباش بسوزه. بعدش هم هیچ وقت اون روزانوی من نذاری که احساس عذاب وجدان کنم که باباش رو ازش گرفتم. تشریف بیارید.
متاسفانه باید بگم مشکل تنفسیتون اصلا کنترل نشده، خیلی هم شدت گرفته. به این شرایط نگهداری بچه براتون خیلی خطرناکه، بهتره بگم کشنده است. به نظر میرسه شما باید هر چه سریعتر تا دیر نشده بچه رو سخت کنید. اصلا وضعیت جسمی خوبی ندارید، احتمال داره به خودتون صدمه وارد بشه. انشالله که بتونید دوره بعدی بارداری سالم رو تجربه کنید. نگران نباشید، فعلا مهمتر از این بچه سلامتی خودتونه. گفتی 4 ماه و نیمشه؟ بله. با یه نفر حرف بزنم. آره حتما بیا بشین. بیا تو. پروین. سلام. رومون نشد توی مدت بیایم دیدنت. حالت خوبه؟ چرا نمیای سر کار؟ حال دخترت چطوره؟ ببخشید نمیتونم تعارفت کنم، بیای تو. خداحافظ. Thank you.
پروین داری چی کار میکنی با خودت؟ ها؟ سنگ امروز از مرکز مشاوره خانمی زنگ زد، دکتر گفته باید بچه رو بندازیم، وقت تو این کارو نمیکنی؟ چرا به من نگفتی؟ داغ پدرت و غلام کم نبود، میخوای سیاپوش تو هم بشم؟ چرا به حرف دکتر گوش نمیکنی؟ صورتتو نگاه کن، عین میت شدی. گفتی میخوام این بچه رو نگه دارم پدرش ببیندش، این بچه داره تو رو میکشه. ما یه قراری با هم داشتیم، شما سر قرارت وایسا، به منم کاری نداشته باش. چی کار کنم؟ وایسم که خودتو بکشی؟ برای چی؟ برای کی؟ برای پدرش که بچه من شب عروسیش کفن پوش کرد؟ اگه بمیرم هم این بچه رو نمیدازن. تو بیجا میکنی، غلط میکنی. دیروز من اومدم اینجا با اتون درد و دل کردم، داشتم خفه میشدم، میخواستم با یه نفر حرف بزنم، بعد رفتین گوشی رو برداشتین زنگ زدیم به مادرم، همه چیز رو بهش گفتین. فکر میکنین کارتون درسته؟ بیا بریم تو بشینیم با هم حرف بزنیم. مگه روز اول خودتون نگفتین مادر بودن سخته؟ الان منم میخوام تجربهش کنم، میخوام مادر باشم، به این راحتی هم ازش نمیگذرم. آره گفتم، ولی نه تو این شرایط. الان جون خودت خیلی مهمتر از جون بچه یه که هنوز به دنیا نیومده. تو بازم فرصت داری، میتونم سخته، درکت میکنم. اگرم به مادرت گفتم به خاطر اینکه مطمئن بودم اگه بدونه جلوتو میگیره. ببین الان این لجبازیت هم به خودت آسیب میزنه، هم به اون مادر بیچارت. خواهش میکنم یکم فکر کن تا دیر نشد. این بچه رو میخوام، نگهش میدارم، به دنیاش میارم. هیچ کدومتونم نمیتونین جلومو بگیرین. جی تو رو خدا با کی داری لج میکنی؟ من خیلی نگرانم. بیا تکون میخوره؟ آره میبینی؟ آره تکون میخوره. یک کله خراب مثل تو شوهرم بود، یک کله خرابتر پسرم. میدونم اگه شده خودتو بکشتم بدین بچه رو نمیندازی. مامان داره تکون میخوره. پروین بنداز بچه رو، رضایت میدم. بر جون شوهرت نگرش داشتی، حالا به خاطر جون خودت و شوهرت بندازش. من تو همینجاشم رازیش کردم، پیرم در اومده. چی بگم؟ فعلا برید پذیرش، رضایت نامه رو امضا کنید تا ببینم چی کار میشه کرد. دعا کنید فقط دیر نشده باشه. ممنون. پروین جان با شما در باید بریم پذیرش، برگه رضایت رو امضا کنیم. پروین
ماما جانم، من تازه دارم احساس میکنم که زنم. تازه الان میفهمم چرا تو گفتی از خونه غلام نمیگذری. من صبح با ترانه رفتم دادگاه، گفتم هر چی که نوشتن و هر رأیی که دادن ما گذشتیم. باشو مادر. من نمیتونم، بذار هرچی میخواد بشه بشه، نمیتونم. مگذار که دور از رخت یار بمیرم، مردن به قفس بهتر از آن است که در باغ از تنه مرغان گرفتار بمیرم، از تنه مرغان گرفتار بمیرم. چه مدت لازم بوده است؟ چه مدت لازم بوده است؟ تا کلمه عفو، تا کلمه عفو بر زبان جاری شود، تا حرکتی اعتماد انگیز انجام گیرد، انجام گیرد. بیا تا جبران محبت های ناکرده کنیم، بیا آغاز کنیم، بیا آغاز کنیم. فرصتی گران را به دشمن خویی از کف داده ایم و کسی نمی داند چقدر فرصت باقی است، چقدر فرصت باقی است تا جبران گذشته کنی. دستم را بگیر، دستم را بگیر.